به نام ازد منان بینیدگان گران قدر تلویزیون آریانا علاق برنامه چراغ هدایت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الحمدلله که باز هم حیات دارم و با گذشت یک روز در خدمت شما عزیزان قرار گرفتم شما خوبانی که بیننده برنامه چراغ هدایت از طریق تلویزیون جهانی آریانا هستید در ابتدا توجه بفرمین به تلاوت چند از کلام معجز سبحانه و تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلاخ میبرم به خداوند از شر شيطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشاوشكا كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مردم در یک دسته بودند و تضاد در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تزادهای در میان آنها پیدا شد. در این حال خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می‌کرد. با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند افراد با ایمان در آن اختلاف نکردند تنها گروه از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند و نشانه های روشن با آنها رسیده بود به خاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند خداوند آنها را که ایمان آورده بودند به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود به فرمان خودش رهبری نمود اما افراد بی ایمان همچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند و خدا هر کس را بخواهد براه راست هدایت می کند صدق الله العلي العظیم راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه بدون از انسانها مخلوقات دیگر نیز به پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت خاص داشتن چی نباتات چی جمادات چی اشجار تماما به پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت خاص داشتن داستانی عجیب را صحبت میکنه جناب فروتن صاحب که داستان استوانه حنانه هست و یا چنان میتوان بگویم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در جایی که همیش صحبت میکرد یک تنی از درخت خرما هست لحظه روزی از او از بالای او تنه استاد نمیشد منبر جور میشه اوجا صحبت میکند صحابه کرام شاهد هستند حضور هزار صحابه شاهد هستند که فردای همان روزی که پیمبر بالای از او تنه درخت استاد نمیشد تکیه نمیزند صدای از او میگه برمیاد و فغان میکند میگه ما شنیدیم که صدا میکرد که چرا از ما دور شدی یا آنچنان به پیمبر پیامبر صلی محبت میورزید لحظه ای که میگه پیامبر به او لمس کرد دوره و او آرامش احساس کرد دگه از او صدای برنامه پس ما چ گونه میتونیم به پیانبری که فخر موجودات رحمت للعالمین است محبت داشته باشیم توجه بفرمای به صحبتهای فرتن صایب در همین مورد الحمدلله وده والصلات والسلام علی من لا نبیه بعده اما بعد بين اندهاي نهايات عزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنوان عمومي ما وشما در رابطة بمحبت با رسول صلى الله عليه وسلم آغاز گردید بود و آخرین حلقه و بحث ما و شما در رابطه با محبت حیوانات و جمادات به برسول صلى الله عليه وسلم بين سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصیتی بود، حيوانات بو محبات مي ورزيد، جمادات محبات مي ورزيت. حشرات بو محبات ومي ورزيد، جمادات سَنْ بَرَسُولُ اللَّهِ سَلَامٌ می‌داد حَشَرَاتْ بَرَسُولُ اللَّهِ سَلَامٌ می‌داد افسوس است به حال آن انسان هایی که به رسول الله ایمان ندارد افسوس است به حال آن مسلمانی که مسلمان هست خو به سنت رسول الله متصف نیست افسوز است به حال آن مؤمنی که با رسول الله محبت نمی ورزد در این مورد حدیث مشهوری هست به نام گریه کردن تنه درخت از فراق رسول صلی الله علیه و سلم در مسجد النبوی به استقامت حجره مبارک و به استقامت یا در وسط به استقامت وسط روزه مبارکه و یا ریاض الجنه در اینجا یا به عبارت دیگر در پهلوی منبر رسول یک کمک راست یک دو سی چار متر دورتر در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم در روزهای جمعه و دیگر اوقاتی که ضرورت می بر تنه درخت خرما که شاخه زده شده و فعلا ثمره نداشت تکیه می کرد و یا دست خودم می من. به خاطر ای که خسته نشود و به سخندانی و ارایه خطبه میپرداختند. یک روز دو روز یک ماه دو ماه چندین ماه ممکن چندین سال در این میان از بنی نجار خانم برخواست گفت یا رسول الله از این معلوم است که خانم هم در مجلس ذکر و در مجلس وعظ و درس و تدریس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور داشتند ک خانم دست خوده بلند کرد گوفت یا رسول الله گوفت بفرما گوف شما در اینجا به تکلیف میشوید بچه من نجار است میشود که برای شما یک منبری درست بکنم نبی صلی الله علیه وسلم فرمود اشکالی ندارد بفرماید تا جمعه آینده منبر درست میشود و در محلی که امروز منبر مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم موقعیت داره در اینمی محل این منبر نصب کردم. در جمعه آینده زمانی که رسول صلی الله علیه و سلم بر سر منبر نشست و به سخنرانی پرداخت در اینجا به تعداد یک هزار صحابه که در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتن یک آواز گریه را به گوش خود حس کردن مثل گریه آن طفلی که مادر شیر خود از پیشش دور کرده باشد مثل گریه آن طفلی که مادر از پیشش دور میشه و این طفل از پشت مادر صدا می زند و گریه کند این طرف و آن طرفه مشاهده کردن طفل وجود ندارد کی هست که گریه میکنه که خوب متوجه میشوند که این گریه و صدای گریه از همی تنه درخت خرما به گوش صحابه کرام و به گوش رسول الله صل الله علهوسلم می رسد نبی صل اللهعلهوسلم از منبر پایان میشوه قدم میزنه و ای تنه درخت خرما را به آغوش خود میگیره مثل که یک مادر یک پدر طفل گم شده و اولاد گم شده خود را بعد از چندین سال پس به آغوش میگیره و گریه تنه درخت گم شد و آرام شد بعدا بر سر منبر نشست و گفت ای صحابه ای کرام بدانید که این تنه درخت از فراق من به گریه شد این تنه درخت با من محبت داشت و گریه کرد که ماهاما و سالها سال رسولالله صلی الله علیه وسلم بر سر من تکیه میکرد یا دست خود را بر سر من میماند و به سخنرانی و تدریس میپرداخت الآن رسولالله از من دور شده است لهذا گریه کرد و رسول الله پس به آغوش خودش گرفت و گریهش آرام شد امروز هم زایرین محترم اگر به مسجد نبوی تشریف ببرن دمی از امی منبر که کمک بگذرن یک چند قدم اینجا یک ستون است در بالای ستون نوشته است الاسطوانت الحنانه ستون گریه ده اینمی جای امو تنه درخت بوده ای که الان و تنه درخت در کجا هست آرشیف شده هست نیست اما دمی محل یک ستون دیگر ساخته شده است و این ستون مسما است به ستون گریه پس دوستان عزیز وقتی که جماد یک درختی که حتی سمر نمی دهد درختی که خشک شده است از فراق رسول الله گریه می و با رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت می پس به ما و خودت فرض است که با رسولالله ص الهعله وسلم محبت بورزم و مستحق محبت هم هست زیرا بزرگترین احسان و نیکویی ره رسول صل الله عله وسلم با ما و شما کرده که دین الله را بری ما رسانده و امروز از برکت زحمات رسول ص الهعهوسم سر سجده و تعظیم را به الله واحدو قهار می گذاریم ای بزرگترین احسان است که رسول الله برای ما و شما انجام داده در مقابل ما محبت بورزیم با ایشان و علایم و آثار محبت امین است که ما با سنت رسول الله عمل بکنیم و السلام علیکم رحمت الله تعالی و برکاته در بخش دوم دوستان نهایت گرانقدر حال حدیث از حضرت پیامبر هر دو جهان را داریم از انس رضی الله عنه روایت است که گفت شما مرتکب اعمال می شود که در نظر تان باریکتر از موست با اینکه در اهل پیامبر صلی الله علیه و سلم ما آن را از جمله مهلکات می شمردیم متفق علی <تصفح> گوش شنوا و یا احترام به فرزندان عنصر دیگری در تربیت اطفال و یا فرزندان می باشد چگونه توجه بفرمایید به صحبت های استاد سید عبدالکریم حسینی در همین مورد بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما خوبان شما سرورانی که فرزندان خوب و صالحی را تقدیم جامعه اسلامی کرده و میکنین الله که سرمایه دار باشین سرمایه انسان اولاد صالح هست پیسه و امکانات مادی را نمیشه سرمایه حقیقی دانست انشالله اولاد صالحی به عنوان یادگاران شما انشالله همراه شما باشه در رابطه با احترام به اولاد صحبت داشتیم در این چند جلسه یکی از مهمترین بحث هایی که تکریم اولاد را به دنبال داره و احترام بحث گوش دادن سخنان اولاد هست و طفل و نوجوان حرف هایش را بشنوین گوش شنوا داشته باشین برای شنیدن گوش شنوا حتما به این معنا نیست که حتما به کل حرفهای او عمل یا به همه خواسته های او عمل بکنین نگاهی وقتا اولاد در صحبت کردن ها همیشه تقاضا نداره اما یک گوش برای درد دل لازم داره خصوصا سروران و برادران و خواهرانی که هنوز اولادشان سن و سالی ندارند حتما از این زمانه استفاده کنین زیاد رفاقت بکنین با اولادتان زیاد گوش شنوا برای اولادتان باشین یک مطلبی را خدمت شما سروران بیان بکنم بیش از سخن گفتن سخن شنیدن هنر می‌خواید هنرمند حقیقی هنرمندی است که همون رقم که زبان برای گفتن داره گوش برای شنیدن داشته باشه اولاد و طفل و فرزند تو در بسیاری از موارد یک گوش برای آرامش خود نیاز داره گاهی اونقدر درد دلهای او لبریز میشه که اگر اینها را منتقل نکنه شاید دچار یک سلسله آفتهای روانی بشه یک نکته اما یک نکته دیگره که خیلی بارها تأکید کردم در همین برنامه ها حالا در همین راستا امروز هم اشاره بکنم این است که برای اولادت اگر گوش شنوا نباشی به بخش نجوری میگم هستند کسانی که برای اولاد من و تو گوش شنوا باشند و وای از او روز وای از او زمان که من نتوانم به عنوان پدر یا به عنوان مادر گوش شنوا برای اولاد خود باشم جملاتی رو به کار بگیرین که اولادت و طفلت و کودکت و نوجوانت مطمئن باشه که شما بهش توجه میکنید. هنگام صحبت صورت از او بر نگردانین وقتی که او همراهتان صحبت میزنه به چشمهای پاک و معصوم و او خیره بشین جملات مثلا چی جالب یا خوب شد گفتی مثلا نمیدانستم یا ای که خیلی مشتاقم بیشتر در این رابطه توضیح بته یا مثلا وقت دارم عزیز من عجله نکن آرام آرام چقدر خوب بگو علاقه دارم خواهم گوش بکنم اهمیت بدین به سخنانش تا او تنها با شما درد دل بکنم و حتی او حرف هایی را که گاهی عبا میکرد از گفتنش و امتناع میکرد دیگه او حیاهای ساختگی رو کنار بگذاره و با شما آنچه که باید و لازم باشد را در جریان قرار بده ممنون از لطف شما خدا حافظ و نگه دارد. یه بیننده برنامه چراغ هدایت صحبت های استاد شیرین بود و وقت هم به آخر رسیده از حضور شما ایزان مرخص میشم در اخیر ای را داریم تا ای باز هم روز بعد در خدمت شما قرار می گیرم شما را به الله یک تامش بارم هی کاش که بینم در دیار مدینم جارو بکنم کنم کچم بازار مدینم از دور درود و سلوات بفرستم چون شخصیتم نیست سزار مدینه کی بود یارم که رو در یسر بوبت کنم یسر بوبت کنم گب مکه من گم در مدینه جا کنم در مدینه جا کنم بر در سلام آیم بگیریم زار و زار بر در سلام آیم بگیریم زار و زار گم باب جبریل است شوق و ویلا کنم از شوق و ویلا کنم که بود یارم که رو در ها کنم گزره بوبت ها کنم گب مکه من زنوگم در مدینه جا کنم در مدینه جا کنم در کنار زمزمایم برکشم یک زمزمه در کنار زمزمایم کنشم یک زمزمم از دو چشم خون فشانان چشم را دریا کنم چشم را دریا کنم کی بود یارم که در یزر بوبت ها کنم یسرم بوم بتا کنم گم به مکه من گم در مدینه جا کنم در مدینه جا کنم <applause>